درود میفرستم همیهنان رو راست. خب همیهنان پرشماری بر این باورند که آقای علی جوانمردی صدای آمریکا امروز یک مأمور یا نفوذی وزارت اطلاعات یا سپاه قدس هست و این پروژه ایمیلی یا رأی دادن یا رفراندوم هم پروژه‌ای برای وزارت اطلاعات بوده. ما هم داوری نمی‌کنیم و از ایشون می‌خوایم شفاف و روشن بیاین در یک برنامه زنده. یک هفته یا 8 روز بهشون زمان می‌دهیم. نوشته‌های بیشتر رو پایین می‌نویسم. همیهنانی که بر این باور نیستن و میخوان آگاه بشن، دنبال سند و مدرکن، بنده اونجا ارائه میکنم، ولی از ایشون بخواید. شما که میگید نه و گوسفندوار دفاع میکنید، از ایشون بخواید که بیاین و پاسخ بدهند. ما هم داوری نمیکنیم. اگر نیامدند آقای علی جوانمردی، یعنی اینکه ایشون مأمور وزارت اطلاعات سپاه هست. اگر نیامدند یعنی اینکه این گزاره یا این نظر درست هست و ایشون برای سپاه پاسداران یا سپاه قدس یا وزارت اطلاعات کار میکنه. خب ما داوری نمی کنیم، سند و مدرک رو میگذاریم. زمانی که ایشان آمدند در برنامه زنده یا اینستاگرامی یا فیسبوکی، زمان رو خودشون بگویند. ما یه زمان پیشنهادی خواهیم داد و ایشون میتوانند بگویند چه زمان وقت دارند و مانند یک کسانی مزدورهای مانند نماینده کیهان حسین بازجو، مهران مطیع تهرانی نباشند که شأن خودشون رو بالا بدونند. اگر ایشون ایرانی رو، مخاطب رو، همیهنانی که شک و شبهه دارن این رأی‌گیری رفراندومی آری یا نه پروژه وزارت اطلاعات نیست، بیایند در این برنامه زنده شرکت کنند و پاسخ بدن. مگر اینکه ایرانی ها رو آدم حساب نکنند، مگر اینکه مخاطب رو ایشون گوسفند بدونن. ما مخاطب ایرانی رو هوشمند و آگاه میدونیم. اگر آقای جوانمردی و دیگر پرسنل صدای آمریکا که میدونیم چه داستانی دارن، ورود نمی کنیم، پاسخگو هستند، اهمیت میدن به نظر و رأی همیهنان، بیایند. زمان دارن، 8 روز. نوشته های پایین رو همیهنان بخوان، به ویژه طرفداران متعصب ایشون از این آقا بخوان بیایند پاسخ بدهند. ما هم مدارک رو در اونجا میدهیم. نوشته های دیگر رو، موارد دیگر رو، چون اینجا زمان نیست، پایین خواهیم نوشت. بخوانید و به ویژه این رو شیر بفرمایید. کانال مهندسین و میهن دوستان هوادار شاهزاده گمهش رو دوستان سابسکرایب بفرمایید. موارد مهم و ویژه که در جای دیگر گفته نمیشه، بیگمان تنها و تنها در اینجا گفته خواهد شد.